مزه خیلی خوبی داره سبزی، قرمه سبزی. حالا ما این رو در پاستا یا به قول خودمون ماکارونی استفاده میکنیم. سبزی رو من اضافه میکنم، یک مقدار کره آب شده بهش اضافه میکنم و یک مقدار خامه که یک بافت کریمی رو بهش بده. ارزم به خدمت شما یک کمی پیاز، دم پیازچه یا ریز شده، برای اینکه اون طعم تازگی سبزی رو بهش بده. کمی پودر سیر، کمی سبزی خوش شده بیزل یا همون ریحون ایتالیایی، کمی اوریگانو یا آویشن که این طعمش رو ایتالیایی تر میکنه، چون خب میدونی که این قصن یک غذا ایتالیایی هست. کمی ارزم به خدمت شما فلفل سیاه و در نهایت پنیر پارمیجان که اصلا مخصوص همین پاستاها آماده شده و دارن، این رو هم ما اضافه میکنیم. یک مقدار به قولی که دوستامون مقدار جزمی هم نمک اضافه میکنیم. شیرینکاری این قسمت هم رنگ سبز خوراکی هست که این برای کیک در واقع استفاده میشه. ما میرزدیم به غذا که یه رنگ خوبی رو به همون بده. این قشنگ هم خورد. حالا اینو میذارم یه چند ساعت هم بمونه که قشنگ این مزه قرمه سبزی به خورد این بره و جا که افتاد این رو حالا به روشی که میبینید سرو میکنم. کوفته قلقلی های درشتمون رو هم سرخ میکنیم که گوشت چرخ کرده هست و پیاز رنده شده و فلفل و نمک و یک کمی پودر زیره و کمی پودر سیر و کمی آویشن. این حالا هم سرخ میکنیم که بعد در غذا ازشون استفاده کنیم. خب بچه های تو خونه من، میخوام یه دونه سس هم برای این اسپاگتیمون درست کنم. الان اسپاگتی رفته که در مواد قرمه سبزی استراحت بکنه تا اون طعم رو به خودش بگیره. یک سس هم من درست میکنم، این هم ایتالیایی ایرانی هست، از این گوجه هایی که در آفتاب خوش شده و ایتالیایی هست در این سس استفاده میشه، به اضافه روغن زیتون، به اضافه این لوبیای قرمز که حالت پوره میشه، مکزیکی ها خیلی استفاده میکنن و خوشمزه میشه، لوبیای قرمه سبزی هست و گرد لیمو عمانی رو برای ترشیش یکم از این استفاده میکنم که این یکم ببره طعم رو به سمت ایرانی بودن و توازن ایجاد کنه. کمی پودر پیاز، کمی پودر سیر، یکم فلفل سیاه و یا خیلی کم نمک هم به این اضافه میکنم. اینها همه میره داخل میکسر و با هم میکس میشه و اون سس اسپاگتی رو به ما میده. من دیگه اینو میکسرش رو برای شما فیلم نمیگیرم چون خیلی سر و صدا داره و نمیخوام با اعصابتون بازی بکنم. اینها رو من تهیه میکنم، به اسپاگتی اضافه میکنم، به اضافه اون گوشتی که سرخ کردم، کوفته‌ای که سرخ کردم و میریم برای مرحله بعدی. این هم غذای اصلی ما هست با نام جوجه گنجشک کوچک تنها در لانه بر روی شاخه‌ای در نسیم. اسم بسیار کوتاه و با مسمایی است. از جناب حمید خان تقاضا می‌کنیم که این غذای اصلی رو بچشن و نظرشون رو به ما لطف کنن و بگن. مرسی رام جان، غذای اصلی هم که رسید ظاهر خوبی داره، به نظرم یه اسپاگتی خیلی خوبی باشه، بوش هم خیلی معطر رو داره. یاد تا من خیلی دوست دارم سریع اینو آزمایش کنم ببینم که چجوری است. خب یه مزه اسپاگتی خیلی خوبی رو میده.
قشنگ اسپاگتی زیر دندون میاد، بافت خوبی داره، قشنگ حس میکنم حالت کریمی بودنشو و پنیر پارمیجانی که استفاده شده توش. این مقداری سوسی هم هستش که با این احتمال هم باید باتی بشه. ببینی که چجوری از اسپاگتی هایی بسیار دراز استفاده شده توش. سوسش مزه لوبیا میده، ترشیشو از لیمو امانی گرفته و مزه گوجه فرنگی هم میاد توش. داره مزه رو با سبزیهای معطری که توی اسپاگتی به کار برده میبره طرف مزه آشنای قرمه سبزی خودمون. حالا یه دونه میتبال هم این وسط هست، خیلی دوست دارم. میتونید تاجشو بردارید که راحت باشید. بله، تاج گنجشک کشی مشی رو لطف کنید. بله بله، میتبالش هم دقیقا مزه گوشت کله گنجشکی خودمون رو میده. مزه قرمه سبزی رو بسیار کامل و خوب کرد. یه اسپاگتی خیلی خوبیه با تهرگه قرمه سبزی. واسه من این غذا خیلی کاملی میتونه باشه، چون توازنی توش میبینم بین پروتئین که از گوشت و لوبیای توی سسش میاد، کاربی که داره و سبزیجات تازه که توش هست. فکر کنم اگه توی منوی رستورانی غذا رو من ببینم حتما اینو دوباره سفارش میدم. همونجوری که گفتم این یه اسپاگتی خیلی خوبیه برا من، همون بافت خیلی خوب و کریمی بودنش و سبزیهای معطرش که منو یاد خونه میندازه. خیلی ممنون از شما و تعریفتون از این غذای کله گنجشکی دار. امیدوارم که بابا میلی مشی لب بوم ما مشین بار میاد خیس میشی برف میاد گل نمیشی میفتی تو حوز نه باشی.